سلام بچه ها، امیدوارم که روز جمعتون به خیر باشه. انشالله ما امروز روز سوم اینه سوم تون ماهیه که هر روز این هفته ما یه غذای با تون ماهی دارم بهتون یاد میدم. امروز یه غذایی داریم به انگلیسیه، ما تو انگلیس جک پتیتو یعنی سیب زمینی تنوری خیلی زیاد میخوریم و یه دونه از توپینایی که ما داریم اصلش ذرت و تون ماهیه، خیلی خوشمزه است. اینم رسیپی اصلیشه و دونه دونه الان بهتون توضیح میدم. خب ما پیازه داریم، البته اینو بگم ما معمولا پیاز استفاده میکنم، اونم پیاز قرمز، خیلی خوشمزه تری برای تو فصل نیست و من گفتم به جای حالا پیاز سفید ما پیاز چلو استفاده کنیم. بعدا دیده به کن کنسرو تون ماهی، یه حدودا 100 گرم ذرت، یه دونه سیب زمینی توپول. این حالا رسیپی که من دارم میدم یه نفر یه دونه سیب زمینی جک پتیتو. ما کره میخوایم، از وضع عدوه اینا ما نمک، فلفل، یه ذره عدوه ایتالیایی، یه ذره پودر سیب، یه کم هم مایونیز. من هم دارم مایونیز ایرونی استفاده میکنم. خیلی ها گفتیم چرا خارجی. خب امروز ما با برند ایرونی کار میکنم. خب بریم برای آماده سازی. خب باش، ما برای آماده سازی سیب زمینی، یه دونه سیب زمینی قشنگ شسته، ما میایم چند تا سوراخ با حالا چاقو، چنگال، چوب همینجوری میزنیم که قشنگ به مغزش برسه. این میزنیم تو فه، همینجوری چند تا میزنیم و اینو الان ما رپ میکنیم تو فویل، تو یه فر که از قبل گرم شده رو سر 80 درجه و حداقل 45 دقیقه تا یه ساعت باید بذاریم تو فویل رپ کنیم و قشنگ بپزه. خب ما الان یک کار دیگه ما میکنیم، اینو الان با کره من با بورس میکشم که خوش نشه و کریسپی در بیاد و اینو الان ما رپ میکنیم تو فویل. خب بچه من اینو خریدم از سوپ شمران، خیلی عالیه برای آشپزی، سپری میکنم که دیگه هم راحتره هم زیاد آدم مصرف نکنه. همونجی کره روش سپری میکنم و این دیگه ما الان رپ میکنیم قشنگ و میذاریم تو فه. خب برای آماده کردن مواد تونا، ما میایم توی کاسه تونا رو میذاریم، بعدش ما میایم ذرت رو اضافه میکنیم میایم یه ذره فلفل یه ذره نمک یه ذره عربه ایتالیایی که از همین پیج که من تگ میکنم شما میتونید همه عربیتون خرید کنید، بچه همه جای ایران استفاده میکنید، یه ذره پودر سیر. بعدش ما میام این پیاز چرو که کات کردیم اونم اضافه میکنیم، بعدش یه ذره به اندازه یه قاشق مایونیز رو استفاده میکنیم. من تو قبلی کشک بود اشتباهی مایونیز ما اضافه میکنیم، یه قاشق زیاد نمیخواد، من که ما نمیخوایم خیلی چرب و اینا باشه، یه قاشق کافیه و اینو شروع میکنیم میکس کردن. بچه همینجوری میکس کنیم قشنگ مخلوط شه همه چیز با هم. بعد اینه که قشنگ میکس شد، اینا باید یه ساعت تو یخچال بذاریم قشنگ جا بیفته و مزهش و اینا تو هم بره و ما استفاده کنیم برای تاپین سیب زمینی که ما الان داریم درست میکنیم. این کار خاصی اون حالت نداره ولی حالا یه چیزی خیلی خوشمزه داشته هم داره. خب این الان ما میذاریم توی یخچال یه ساعت جا بیفته. خب بچه ما سیب زمینی بعد از یه سرطوفه ما در بردیم و این الان ما تست کنیم ببینیم که پخته است. بله قشنگ پخته است و شروع کنیم آماده کردن این سیب زمینی. میذاریم توی یه دونه ظرف مناسب، میذاریم وسط و اولا ما کات میکنیم یه دونه حالت کراس، بعدش ما میایم این وریان کات میکنیم
ما الان باید مواظب باشیم، من که خیلی داغه. خب به همین حالت خیلی راستیک ما بازش میکنیم، با چنگالم خود میکنیم، آمادش میکنیم که کره هم روش بذاریم یه ذره، نمک و فلفل هم ما اضافه میکنیم، بعد ما میایم اون تون ماهی که ما تو یخچال یه ساعت گذاشتیم ما میاریم میذاریم روش، همه چیزم خیلی راستیک. بعد ما شروع میکنیم یه ذره قبل از که ما سرو کنیم یه ذره فلفل سیاه ما میزنیم و این دیگه الان آماده است برای سرو کردن. اینم از جک پتیتو که ما امروز ساختیم براتون، روز سوم تون ماهی، جک پتیتو تون ماهی و ذرت، خیلی خوشمزه. دور دوچینش هم ما یه ذره سبزیجات و اینا ما تفت دادیم با مزه چینی. جاتون خالی حتما امتحان کنید.